قسمت نهم. آیدین به محض شنیدن صدای گریه مادر طاقت نیاورد و با عجله خود را به اتاق آنها رساند و با محبت او را در آغوش گرفت و گفت: منو ببخش عزیز، باور کن چاره دیگه‌ای به غیر از این ندارم. عشرت نقش مارال را در این جدایی نمیتوانست نادیده بگیرد. با صدای خفه و گرفته‌ای گفت: همش زیر سر این دختر سر به هواست. اگه اون تاخچه بالا نمیذاشت و برات ناز نمیکرد، تو مجبور به رفتن نمیشدی. آیدین گفت: من در هر صورت میرفتم. چشم به هم بزنی، 4 سال تموم میشه و بر میگردم. اون وقت به پسرت افتخار میکنی. عشرت گفت: حالا هم افتخار میکنم. تو اینقدر بالا ایستادی که دلم نمیخواد بالاتر بری. تو میگی 4 سال به یک چشم به هم زدن تموم میشه. اگه اینطور باشه، برای یک چشم به هم زدن باید سالها انتظار کشید. من تحملشو ندارم آیدین. آیدین گفت: قول میدم مرتب براتون نامه بنویسم. البته اگه شما بخواید میتونید جلو رفتنمو بگیرید و وادارم کنید که همین الان چمدونمو باز کنم، لباسامو سر جاشون بچینم و هیچ هدف و امیدی به آیندم نداشته باشم. عشرت گفت: فایده به اجبار موندن چیه؟ اون وقت تو و پدرت یک عمر منو لعن و نفرین میکنی. لعنت به این دلم. آخه مگه توی اون خاک اجنبی چیه که توی زمین و ملک آب و اجدادی خودت پیدا نمیشه؟ آیدین گفت: به این امید میرم که با دست پر به خاک آب و اجدادیم برگردم. خواهش میکنم نزار دلچرکین از این کشور برم و خاطری عشق چشم و غم و اندوهتون مانع پیش رفتم بشه. با شادی بد رقم کنی، نه با عشقاتون. عشرت گفت: نمیتونم، دست خودم نیست. آیدین گفت: به خاطر من سعی کنید آروم باشید عزیز جان. قرار آیدا تا بچهش جون بگیره همینجا بمونه. مارالم قول داده مدتی پیش شما بمونه. عشرت گفت: میخوای دورو برم و شلوغ کنی که کمتر رنج دوری تو احساس کنم؟ لازم نیست به خودت زحمت بدی، چون بیفایده است. اصلا بی خود اصرار کردی که مارال اینجا بمونه. تو که بری دیگه تحملشو ندارم. آیدین گفت: این حرفا از شما بعیده عزیز. مارال غریبه نیست که چشم دیدنشو نداشته باشین. اون دختر برادر خودتونه. عشرت گفت: وقتی پسرمو نمیخواد، انگار خودمو نمیخواد. کم کم داره آثار محبتش از دلم محو میشه. خیلی خوب، برو چمدونتو جمع کن، زیاد وقت نداری. فردا خودم هم همراه تا ماکو میام. آیدین گفت: نه عزیز، نه، نمیذارم بیای. دلم میخواد همینجا از هم خداحافظی کنیم. از اون گذشته، شما مهمان داری. عشرت گفت: اونا غریبه نیستن، خونه خودشونه. آیدین نگاه التماس آمیزش را به چشمان پر اشک مادر دوخت و گفت: اینجا خداحافظی کردن آسون تره، هم برای من هم برای شما. عشرت گفت: داری عذرم رو میخوای آیدین؟ صبر کن ببینم لباس گرم پوشیدی یا نه. میگن اونجا که تو میخوای بری از همین الان زمستون شروع شده. اگه سرما بخوری کی ازت مواظبت میکنه؟ آیدین گفت: مگه فراموش کردید که من بزرگ شدم؟ دیگه نیاز به مراقبت ندارم. حالا دیگه وقت خوابیدنه. صبح زود قبل از رفتن با هم خدافظی میکنی. عشرت گفت: خواب؟ یعنی فکر میکنی فکر دوری تو میذاره من چشم رو هم بذارم؟ یونس با لحن ملالت آمیزی به همسرش گفت: شب رفتنش با آه و نالهات کم دل پسرتو خون کن. چند ساعت بیشتر برای استراحت وقت نداریم. بهتر زودتر بریم بخوابیم. شب بخیر آیدین جان. عشرت از ترس اینکه مبادا همسر و پسرش
قبل از بیدار شدن او از خواب خانه را ترک کنند و به سفر بروند، تمام شب را بیدار ماند و هر بار که خواب برای غلبه بر دیدگان خستش پلک چشمانش را سنگین می کرد، به بهانه ای از جا بر می خواست و آبی به سر و صورت خود می زد. قبل از دمیدن سپیده سحر، به محض آنکه یونس برای ادای نماز رخت خواب را ترک کرد، عشرت نزدیک شدن لحظه رفتن آنها را احساس کرد و به سرعت از رخت خواب بیرون آمد. ابتدا سماور را روشن کرد و بعد به نماز ایستاد. ولی هر چه کرد، نتوانست با خدای خود به راز و نیاز بپردازد. هر وقت سر به روی سجاده می نهاد، گوش به صدای بیرون داشت. ناگهان صدای باز شدن در اتاق آیدین را شنید. نمازش را شکست. سراسیمه به طرف در رفت. آن را گشود و تا چشمش به آیدین افتاد گفت: کجا داری میری؟ آیدین گفت: دارم میرم لب حوض وضو بگیرم. عشرت از اینکه نماز خود را شکسته بود پشیمان شد. آیدین هنوز لباس خانه به تن داشت و آماده رفتن نبود. دوباره به نماز ایستاد و این بار نگرانی و دلشوره کمتری داشت. آب سماور هنوز جوش نیامده بود که آن دو آماده رفتن شدند. عشرت دلش راضی نمی شد که آنها بدون خوردن صبحانه خانه را ترک کنند و التماس کنان گفت: یکم دیگه صبر کنین، الان آب سماور جوش میاد، هنوز آفتاب طلوع نکرده، چه خبره، چرا عجله میکنین؟ آیدین به دیدگان پر محبت و پر التماس مادر نگاه کرد و گفت: باور کنین عزیز جان، الان اصلا گرسنم نیست، نگران نباشید، صبحانه رو بین راه میخورین. عشرت گفت: نمیذارم ناشتا از خونه بیرون برین، چند دقیقه دیگه آب سماور جوش میاد. حاج یونس برای اینکه مانع سماجت همسرش بشود به اعتراض گفت: اصرار نکن عشرت، راحتش بذار، از این به بعد که تو باهاش نیستی که مواظب خوردن و نخوردنش باشی، هر وقت گرسنه شد غذاشو میخوره، گرسنه که نمیمونه. عشرت با دل شکست دست از اصرار برداشت. آیده و آلما و مارال یکی پس از دیگری پیدایشان شد. سجاد لباس پوشیده و آماده از اتاق بیرون آمد و گفت: حاج آقا، اگه اجازه بدید منم با شما میام. حاج آقا گفت: این که نمیشه، همه مردای خانواده بریم و زنها رو تنها بذاریم، تو که اینجا باشی من خیالم راحت تره. به محض اینکه آیدین از مرز رد شد فوراً برمیگردم. عشرت به گریه افتاد و گفت: پس لاغر بذار منم همراهتون بیام. آیدین که طاقت مشاهده اشک چشم مادرش را نداشت، در حالی که از نگاه کردن به او پرهیز میکرد گفت: ما دیشب در این مورد به توافق رسیدیم که همینجا از هم خداحافظی کنیم عزیز، درسته؟ عشرت گفت: آخه مگه چه اشکالی داری یکی دو روز بیشتر باهات باشم؟ آخرین لحظه‌ای که میخوای کشور رو ترک کنی، یک بار دیگه در کنار مرز بازرگان تو آغوشم بگیرمت، بوی تن تو استشمام کنم. یونس به دلجویی از همسرش پرداخت و گفت: یکی دو روز بیشتر یا کمتر چه فرقی میکنه؟ پشت سر مسافر گریه نکن، شگون نداره. عشرت گفت: یعنی تو نمیتونی درک کنی یکی دو روز بیشتر با اون بودن چه فرقی برام داره؟ خیلی بی‌انصافی یونس. حاج یونس گفت: بازم که احساساتی شدی عشرت. عشرت گفت: پس لاغر بذار سجاد با شما بیاد، اون که همراهتون باشه خیالم راحت تره، به خصوص که تو وقت برگشتن تنها نیستی، ما اینجا نیاز به مرد نداریم.
آیدین حرف مادرش را تایید کرد و گفت حق با عزیز آقا جان، چون اون موقع منم خیالم راحت تره که شما تنها نیستین. حاجی یونس گفت خیلی خوب، اگه سجاد خودش دلش میخواد با ما بیاد من حرفی ندارم، پس بهتره زودتر حرکت کنی. سجاد کلاهش را بر سر گذاشت و گفت من آماده حرکتم حاج آقا. طوفانی که دریای دلش را پرتلاطم ساخته بود آرام نمی گرفت. در موقع خداحافظی عشرت مسخ شده بود و هیچ عکس العملی نشان نمی داد. موقعی که داشت پسرش را در آغوش می فشرد، آرزو می کرد نفسش از فشار سر عزیزی که به روی سینه داشت بند بیاید. آلما مسافران را از زیر قرآن عبور داد. مارال که کاسه آب به دست منتظر حرکت اتومبیل شد تا کاسه آب را پشت سرشان به روی زمین بپاشد. آیدین تصمیم گرفته بود در موقع روبرو شدن با مارال چراغ دیدگانش را خاموش کند تا در تاریکی محض قادر به نگاه کردن به او نباشد. ولی اتاق تاریک چشمایش را شعله دیدگان مارال روشن می ساخت. شعله ای که جرقه اش برای سوزاندن خرمن هستی کفایت می کرد. دلش دو پاره شد. یک پارش داشت او را با خود به سفری دور دست می برد و پاره دیگرش از قفسه سینه جدا شد و در پشت سرش ماند. حرکت چرخهای اتومبیل به جای اینکه سنگ فرش کف خیابان را بخراشد، پا به روی قلب عشرت می نهاد و آن را می خراشید. آلما و آیدا پنهان از چشم مادر اشک می ریختند. حیات خانه در سکوت مرگ باری فرو رفته بود. نسیم صبحگاهی از ترس اینکه پیچ و تابی که به درختان سیب و گلابی باغچه می‌داد شادی قلمداد شود از حرکت باز ایستاد. رایحه دل دردمند عشرت بوی عطر گل‌های باغچه را تحت شعاع قرار داد. آتش خاکستر شده درون اجاق‌ها که نقش شادی‌هایش را که در حاشیه انبوه غم‌هایش قرار داشت برایش تداعی می‌کرد و دیگ‌های خالی از غذا قلب تهی از امیدش و شادی‌های زندگیش در میان خاکستر همان اجاق پودر شده بود. به شانه دختر کوچکترش تکیه داد و با پاهای لرزان به داخل ساختمان بازگشت. از آن روز به بعد دیگر نمی توانست در انتظار آمدن پسرش به خانه لحظه شماری کند. صدای قلقل آب سماور با صدای جوش قلب عشرت در هم آمیخت. مارال بغض کرده بود و میل به گریه داشت. از یک طرف تأثیر اطرافیان و از طرف دیگر محبتی که از دوران کودکی به پسر عمه‌اش داشت قلبش را از این جدایی جریح دار ساخت. آیدا به شنیدن صدای گریه نوزاد اندوه رفتن برادر را به دست فراموشی سپرد و به داخل اتاق بازگشت. مارال دلش می‌خواست به طریقی تأثیر خود را نشان بدهد و با عمه‌اش همدردی کند، ولی از این می‌ترسید که کوچکترین ابراز تأثیر حمل بر تظاهر شود. او دیگر برادرزاده محبوب عشرت نبود و ترجیح می داد اکنون که وجودش نتوانسته پسرش را در کنار او نگه دارد هرچه زودتر به خانه پدری بازگردد. برخلاف تصور آیدین، بودن مارال در آن خانه چاره ساز درد مادرش نشد و بلکه باعث رنج و عذاب او هم می شد. آیدا بیشتر اوقاتش را با پسرش سحاب می گذراند و آلما برای دلجویی از مادر در کنار او می ماند. آنها نیز چون گذشته تمایلی به هم نشینی با دختر دایی را نداشتند
و در موقع دیدن او زنگ خاطره‌هایشان به صدا در نمی‌آمد. با وجود اینکه باز هم می‌خواستند روابط سابق را داشته باشند، اما دلشان با هم یکی نبود. مارال دلش به شدت هوای پدر و مادرش را داشت و فردای روزی که حاجی یونس و سجاد از سفر بازگشتند و خبر رفتن آیدین به ترکیه را به آنها دادند، موقع را برای بازگشت به خانه مناسب دید و آماده سفر شد. عشرت بی محبت نبود، ولی حوصله توجه کردن به مارال را نداشت. تا وقتی که گمان می کرد به زودی عروسش خواهد شد، عزیز و دوست داشتنی بود. ولی اکنون که پسرش را لایق همسری خود ندانسته بود، به رفتن او اهمیت نمی داد. موقعی که مارال از رفتن سخن گفت، بیان که اعتراضی کند گفت: دلم نمی خواد به زور اینجا نگهت دارم. حالا که می خواهی بری، منم حرفی ندارم. حتما دلت خیلی برای پدر و مادر تنگ شده. مارال در سکوت سرش را به علامت تایید تکان داد و صبح روز بعد با قطار به زنجان بازگشت. منزل حاج صمد درست مانند سایر خانه‌های اعیان نشین قدیم زنجان شامل دو ساختمان مجزا بود که به وسیله دری که در وسط دو حیاط قرار داشت به هم متصل می شد. ساختمان اندرونی مخصوص اقامت افراد خانواده بود و هیچ نامحرمی حق ورود به آنجا را نداشت. در حوض بزرگی که نصف بیشتر طول حیات را به خود اختصاص داده بود و تا حدودی شبیه استخرهای کنونی بود، بچه ها در فصل تابستان آب تنی می کردند. ولی سال گذشته، بعد از ازدواج طغرل با دختر عمویش حوریه، این ساختمان به آن دو اختصاص یافت و سایر اعضای خانواده به ساختمان بیرونی منتقل شدند که تالار بزرگ آینه کاری شده آن مخصوص پذیرایی از میهمانان بود. قسمت اصلی ساختمان بعد از عبور از یک دالان وسیع از طریق در چوبی دیگری به حیات بیرونی راه می‌یافت که در قسمت جنوبی آن حیات استبل که محل نگهداری اسب و مرغ و گوسفند بود، حیات طویل نامیده می شد، قرار داشت.